سلام، خسته نباشین. میخواستم اول خودتون رو معرفی کنین، بعد در مورد جشنواره روز آزادی نرم افزارم یه توضیح به بینندگان ما بدین. سلام، من جادی میرانی هستم. در واقع جشن همینجوری که گفتین در واقع روز سالگرد، هر سال یک جشنی برگزار میشه برای روز آزادی نرم افزار، همینجوری که میبینین حالا دوستان هستن یا اون طرف در واقع سالن‌های سخنرانی و کارگاه ها جریان داره. ایده اینه که حالا هر سال یک بار یه روز تبلیغاتی یا ترویجی باشه برای ایده آزادی توی حوزه نرم افزار، چون در واقع اتفاقی که میفته میبینین ما همیشه یه سری نرم افزار داریم که از شرکت‌های بزرگ میان، مثل مایکروسافت یا حالا اپل، جاهای دیگه که یه برنامه‌ای به شما میدن که فقط میتونین همون رو اجرا کنین، باید براش هزینه کنین، نمیتونین جایی که هر جایی میخواین نصبش کنین، تغییری که لازم دارین رو بدین. در حالی که من تو دنیای نرم افزار کامپیوتر مال منه، میخوام بتونم ازش استفاده کنم هر جوری که میخوام. بچه‌ها دوستان اینجا جمع میشن، ترویج میکنن نرم افزارهایی رو که برنامه‌نویس‌ها به شما اجازه دادن، هین این که ازش استفاده میکنین اگه لازم داشتین بتونین تغییرش بدین، خودتون تغییرتون رو بتونین به دوستتون هم بدین، اگر کسی اشکالی دید بیاد توش حل کنه، با بقیه به اشتراک بذاره. در واقع انگار یه گروهی که شروع میکنن با همکاری همدیگه یه پروژه خیلی بزرگی رو پیش میبرن. دید اولشون مادی نیست، ولی خب در واقع تمام بیزنس های بزرگ دنیا الان دارن روی همین نرم افزارهای آزاد میچرخند. مخابرات، بانک و جاهای خیلی مختلف تقریبا همیشه سیستم های لینوکس دارن، سرورهای آپاچی دارن و نرم افزارهای آزاد در واقع تاثیر خیلی 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 زیادی در نهایت گذاشتن. اینجا هم حالا ایده اینه که این توی کشور ما خب خیلی به درد میخوره، برای اینکه اولا با تحریم هیچ پیچیدگی نداره، با کپی رایت هیچ پیچیدگی نداره، میشه توش مشارکت جهانی داشت خیلی راحت. از هر دانشگاهی که من کار میکنم میتونم یه کد جهانی رو تغییر بدم، استفاده کنم، مطرح بشم تو دنیا، نیازهای خودم رو که حالا ممکنه به ریجن خودم مربوطه برطرف کنم، صادرات کنم به کشورهای عربی، چون مثلا همه راست به چپیم و اینجور چیزا. اینجا هم خب جمع میشن که تو دانشگاه ها اول سال تبلیغی باشه برای اینکه بچه ها بیان توی این حوزه آشنا بشن و اگه میخوان توش کار کنن. فرصت خیلی خوبیه به نظرم برای همه. با توجه به اینکه بیشتر ایده بعد از دانشجوها هستن، از حال دانشجوهای نخبه تو این سبک هستن، استقبال نهادهای دولتی و حالا پشتیبانیشون خرید این نرم افزارا بتونه از دانشجو حمایت کنه چه جوری بوده تا حالا؟ خب اون که هستش، در نهایت در واقع وقتی شما تو نرم افزار آزاد کار میکنین مهارتی رو کسب میکنین و محصولی رو دارین که میتونه همه جا استفاده بشه. اینجوری نیستش که بگیم خیلی بده و حمایت نمیشه، یا اصلا ایده این نیستش که دولت خیلی بیاد حمایت مستقیمی از ماجرا بکنه. همون ایده آزادی است، تا حدی آزاد بذارن خودش بتونه رشد و نمو کنه، بیزنس های جدید رو شکل بگیره و اینجور چیزها. توی کشور ما هم خب همونجوری که در واقع نیاز صنعت هست خیلی جاها استفاده میشه، در واقع توی تقریبا همه شبکه‌های مخابراتیمون، تو مترو، توی بانک‌ها، خیلی خیلی از جاهای زیادی در واقع استفادهش میکنن و پیش میره. به نظر شخصی من اینه که نیازی به حمایت خیلی کنترلی مستقیم نیستش، بیشتر امکان رشد و نمو افتادن بهشه که کمک میکنه که گروهاش تشکیل بشن، جلسات هفتگی داشته باشن. خیلی وقتا فرهنگ سرها میتونن جا بدن که ما اینکه قدیم میدادن الان کمتر شده، که من بتونم یه گرده همایی این شکلی رو تو مقیاس کوچکتر به شکل هفتگی داشته باشم مثلا. اینها میتونه بهترین کمک ها باشه به نظرم. با توجه به اینکه حالا میگم کار قشنگ دانشجویی هستش، میزان استقبال دانشجو ازش چجوری بوده و اینکه اگه در سالهای آینده دانشجویی که حالا تا حالا با این جشنواره با این روز اصلا آشنا نبودن، حالا دو دانشگاه شهرستانا یا حتی خارج از کشور دارن تحصیل میکنن، بخوان ایده هاشونو و فکرشونو به این جشنواره ارائه کنن، چیکار باید بکنن، کجا باید شروع کنن؟ سوال خیلی خوبیه. دقیقاً ایده ای که اصلا اینا تشکیل میشه همینه که هی بیشتر و بیشتر دیده بشه این جشن و حالا جشن‌های مشابه. جشن‌های انتشار اوبونتو رو ما داریم هر 6 ماه یک بار که تو یکی از دانشگاه‌ها برگزار میشه. اولا شهرهای خیلی مختلفی مثل اصفهان جشن برگزار کردن، تبریز جشن برگزار میکنن، خیلی در واقع فعاله. چند شاید الان نزدیک 10 ساله که شکل این جشن داره برگزار میشه. اولین جشنایی که ما می اومدیم در واقع شاید 20 نفر آدم به زور دور هم جمع میشدن، الان میبینین که خب تو سالونی که حالا اونور بچه‌ها دارن صحبت میکنن یا همین جمعی که میبینین کارگاه‌ها، جای نشستن به سختی هست، بچه‌ها جا پیدا نمی‌کنن بشینن. هی داره استقبال بیشتر و بیشتر میشه، چون که حالا شرکت‌های بزرگ دنیا هم هی دارن بیشتر به این سمت میان. کسی اگه میخواد آشنا بشه مطمئناً سرچ کردن دنبال لینوکس، انجمن‌های کاربری لینوکس، انجمنایی هستن که شما هر سوالی دارین میتونین توش بپرسین، جواب میده یه نفر بهتون داوطلبانه. فیلم‌های آموزشی رایگان زیاد هستش، سرچ کنن دنبال لینوکس، انجمن کاربران اوبونتو ایران، انجمن در واقع SFD Software Freedom Day توی تهران مثلا اگه سرچ کنن اینو پیدا میکنن و تو اینجاها میتونن هی گروه ها رو عضو بشن.
خوبیش اینه که خیلی هاش رو اینترنت اتفاق میفته، با ایمیل از طریق وبسایتاشونه. در نتیجه اگه شما تو دورترین جا هم زندگی میکنین، تا وقتی دسترسی به اینترنت هست، خوشبختانه حالا امکان ارتباط گیری و عضو این گروه ها بودن وجود داره. کمی سرچ کنن مطمئنا میتونن قاطی بشن و خیلی خیلی کار خوبیه به نظرم. خودتون اول معرفی کنید، بعد نمونه کاری که تو جشنواره انجام میدین یه توضیح بدم. سلام، محمد رضا حقیری هستم. من خب کارم طراحی پردازنده است با اینستراکشن ست آزاد. در واقع سخت افزاری که الان هستش، خب تکنولوژی ساختش بسته است. این تکنولوژی ساختو کاربر نمیتونه ببینه، قطعا نمیتونه ببینه که چه اطلاعاتی اینا دارن رصد میکنه. ما میایم این رو این اجازه رو به کاربر میدیم که ببینه ما داریم چه بلایی سر اطلاعاتش میاریم توی اون لایه‌های پایینی. با علم و اطلاع به این اتفاقاتی که داره اون تو اون سطح پایین میفته، میاد سراغ قضیه. و خب مدت بسیار زیاد شبیه سازی های منطقی، برنامه نویسی های ابتدایی این پردازنده آزاد انجام شده و خب الان تنها کشوری که داره پردازنده آزاد در جهان تولید میکنه کشور چین هست. اونم به خاطر اینکه پردازنده آزاد تولیدش ارزون تموم میشه و خب چین هم معروفه به عنوان کشوری که داره محصولات ارزون ارائه میکنه و خب ما میخوایم بیایم که کاری کنیم که حداقل در بازار داخلی جای شرکت های چینی رو بگیریم و این برای ما ارزشمندتره که در بازار داخلی اصلا پردازنده ایرانی از بشه. درسته تکنولوژی خیلی بالا و پیچیده میخواد، اما وقتی که طرح کامل باشه، مثلا ما الان شبیه سازی های منطقی و دیاگرامی رو انجام دادیم، وقتی که سرمایه گذار پیدا بشه برای ما، قطعا میتونه با سرمایه گذاری خیلی سریع به نتیجه مطلوبی برسه توی این کار. میشه در مورد پردازنده های آزاد که صحبت کردی یه توضیح کاملتر به بینندگان ما بدی؟ ببینید مثلا پردازنده اینتل وقتی که روی یک کامپیوتری نصب میشه، خب این تکنولوژی ساختش در دسترس نیست. خیلی چیزاش در دسترسه، خیلی در مورد تکنولوژیش صحبت میشه در جهان، اما به صورت کامل این رو اطلاع نداده به کاربر. اصلا مهمتر اون میان افزار فرموری که روش نصب به این آزاد نیست و خب این خودش میتونه یک بکدور باشه، یک در پشتی باشه به سازمان‌های جاسوسی مثل NSA یا CIA. و خب پردازنده آزاد این مشکل رو نداره. چرا؟ چون کاربر فرموری رو خودش نصب میکنه. یه راهنما میدیم به کاربر، میگیم فرموری رو خودت نصب کن، اینم کد فرموری، کد فرموری رو بخون، اگر جایی مشکوک بودی به ما اطلاع بده که ما بگیم اگر اون ویرایشی از فرموری که به شما رسیده مشکوکه، ما ویرایش جدیدتری به شما بدیم. و از این جهت اطلاعات کاربر حفظ بشه، کاربر بتونه اون ایزولیشن اطلاعاتی رو داشته باشه، چیزایی که نگه می‌داره برای خودش توی کامپیوتر بمونه، برای خودش باشه، نه اینکه مفت و مسلم اطلاعات در اختیار شرکت‌های بزرگ بده. و به همین خاطر یک موضوع امنیت کاربر نهایی، موضوع دیگر موضوع مهندس است. من چون خودم سخت افزار گرایشم، می‌بینم که یکی از بزرگترین مشکلات دانشجوی سخت افزار همینه. اون معماری‌های مرسوم هیچ کدوم آزاد نیستن، یا اگر آزاد هم باشن یه قسمت هایشون بسته هست و خب قطعا شخص ترجیح میده بره معماری آزاد رو مطالعه کنه. معماری هایی هم که کاملا آزاد باشن قدیمی شدن، اکثرا کانتریبیوت نمیشه روشون. و خب من هدفم اینه که هر دو طرف ساپورت بشه، یعنی پروژه ما هدفش اینه که هر دو طرف رو ساپورت کنیم، چه طرف مهندسین چه طرف کاربران نهایی. مهندسین بتونن معماری آزاد رو راحت مطالعه کنن، راحت برای خودشون پیاده سازی کنن، پروژه‌ای میخوان انجام بدن ایده گیری کنن. کاربر نهایی هم با علم به اینکه اطلاعاتش ایمن میمونه، محفوظ میمونه روی کامپیوتر خودش و جایی درس پیدا نمیکنه، این پردازنده رو خریداری کنه. نه کلا نرم افزار آزاد به خاطر کلا خاصیتی که داره یک مدل خیلی مفهومیه در راستای اینکه ما بتونیم عملی کنیم اقتصاد مقاومتی رو. چون وقتی که شما از نرم افزار انحصاری استفاده میکنید، مثلا ویندوز مایکروسافت میخرید، شما پول میدید اولا به شرکت مثلا مایکروسافت، یه ارزی خارج میشه و علاوه بر اون شما اطمینان ندارید از چیزی که بهتون میدن. شما نمیدونید که مثلا مایکروسافت توی ویندوز چی کار کرده. خب یه سری کارها رو که خودش گفته میکنه، ولی ممکنه یه سری کارها هم بکنه که ما ندونیم یا نه، اطمینان هم بهش نداریم. و اگر که به مشکلی بخوریم هم کسی نیست توی ایران جوابگو باشه. یعنی حتی اگه شما برید مثلا ویندوز اصلا بخرید، وقتی که میارید تو ایران اون ساپورت رو به شما نمیده داخل ایران. ولی نرم افزار آزاد به خاطر اینکه متولی نداره،
شما وقتی که از نرم افزارهای آزاد استفاده میکنید، اولا که خب همه چیزش در دسترس شماست، میتونید ببینید دقیقاً داره چیکار میکنه. اگه جای خوشتون نیومد میتونید اون قسمت رو حذف کنید. اگه نیازی داشتید لازم نیست از اول برید مثلا سرمایه گذاری کنید، یه برنامه از اول بنویسید. میتونید همون چیزی که هست رو تغییر بدید، اون ویژگی خودتون رو بهش اضافه کنید. و در مورد پشتیبانی هم، به خاطر اینکه معمولا افرادی که نرم افزار آزاد تولید میکنن شرکت های بزرگ نیستن، جامعه های نرم افزاری کوچیکن، اون شخص مثلا میتونه در حوزه اون جایی که خودش سکونت داره مثلا ساپورت بده. برای جاهای دیگه مثلا اگه یه نفری توی یه کشور اروپایی برنامه ساخته، ما از برنامهش داریم استفاده میکنیم، توی خود کشور یه سری افرادی میتونن بیان، چون همه مستندات برنامه هست، همه کداش هست، همه چیز هست، روی اون برنامه اون تیم داخلی ساپورت بده. همین باعث میشه که به جای اینکه ما بخوایم ارزو ببریم بیرون، در داخل کشور تبادل چیز بشه و باعث رونق اقتصادی میشه.